پیش از آن که شروع به انجام هر کاری کنید از خود بپرسید با این کار آیا انسان شریفتری خواهم شد؟ در صورتی که پاسخ مثبت بود بیدرنگ اقدام کنید. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، در این قسمت فن، روش و راه یادگیری زبان رو برای بزرگسالان عزیز توضیح میدیم که قسمت تکمیلی دوره اوله که چند ماه، 7 ماه پیش ارائه شد خدمت عزیزان. بد نیست نکته رو یادآوری کنم که دوستانی که هر عزیزی که هر هنری داره، ممکنه یه غذای خوب آشپزیشو بلد باشه، ممکنه کار با وسایل صوتی و خوب بلد باشه، هر هنر، هر فنی، بد نیست به اشتراک بذاره دیگران استفاده کنند. ممکنه خیلی پیش پا افتاده باشه صحبتهای من، ولی ممکنه برای بعضی استفاده قابل استفاده باشه. ولو یک نفر از این صحبت ها استفاده کنه، ما به نتیجه خودمون خواهیم رسید. خب، فن و یادگیری یا روش یادگیری، اولین قدمش تمرین و تکرار پیوسته و مدام. باید پیوسته باشه. آموزش زبان باید کاریه که هر روز انجام بشه، وقفه درش نیافته، حتما باید پیوسته باشه. فراموش نکنید، اینو همیشه میگم، خودتون رو مقایسه کنید زمانی که زبانی رو یاد گرفتید با زمانی که زبانی رو آشنا نیستید، بلد نیستید. هر وقت در جای سختی بود، هر وقت در جای مشکل بود، این نکته رو برای خودتون یادآوری کنید. چه تفاوتیه بین کسی که زبان بلده با کسی که زبان بلد نیست، خواه در این کشور ایران باشه، خواه در کشور خارج باشه، در همون کشور باشه، حالا لحاظ موقعیت شغلی، موقعیت کاری، پرستیژ شخصیتی و غیره. این نکته رو همواره قله رو نگاه کنید، همواره قله رو نگاه کنید و هرگز مایوس نشید. بزرگترین مشکلی که ما با اون روبرو هستیم فراموشی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. زمانی که شما مطلبی رو میخونید، مطلبی رو فرا میگیرید، علمی رو یاد میگیرید، از 20 ثانیه تا 20 دقیقه در حافظه کوتاه مدت ما میمونه، ولی بعد از 24 ساعت 80% مطالبی که یاد گرفتیم پاک میشه، نابود میشه. راه حل چی؟ راه حل اینه که شما اطلاعات، اینفورمیشن، مطالبی که یاد گرفتید از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال بدید، یک بار برای همیشه. زمانی که یک بار برای همیشه این کارو بکنید، از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال بدیم، ما اون فن، اون هنر، اون علمو یاد گرفتیم برای همیشه، تموم شد. دیگه نیازی نیست اگر من در سن 5 سالگی 7 سالگی دوچرخ سوار یاد گرفتم، اگر 20 سال وقت بهش بیافته، باز 20 سال آینده باز میتونم دوچرخ سواری یاد بگیرم، چون هنرش رو یاد گرفتم، چون فنش رو یاد گرفتم. یک بار سختی رو تحمل میکنیم برای همیشه. عزیزانی بودن که چندین سال آرزوی اینو دارن که زبان دوم، میتونه عربی باشه، آلمانی باشه، انگلیسی باشه، دوست داشتن یاد بگیرن ولی موفق نشدن. چرا؟ علت چی؟ علت همین، عدم پشتکار، عدم استمرار در کار، وقفه افتادن در مسئله یادگیری و روش غلط، انگیزه و علاقه. مسئله مهم که ما باید در خودمون ایجاد کنیم، نه در مورد زبان، در مورد هر چیزی، باید ازش لذت ببریم. یعنی یادگیری با لذت باید انجام بشه. زمانی که لغتی، جمله یا فرا میگیریم، باید ازش لذت ببریم و اونو تکرار کنیم. که البته مسئله تکرار فن انتقال یاد گرفته ها از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت رو من برای عزیزان میگم. خدمت شما عرض کنم که بعد از این که برای زبان مثال میزنم، شما میتونید تعمیمش بدید به مسائل دیگه. زمانی که یک درس انگلیسی رو یاد گرفتیم، حتما 20 دقیقه بعد اون درس رو دوباره مرور کنید. پس اولین مرور بعد 20 دقیقه، کتاب، فیلم،
MP3 هرچی هست میبندیم میذارید کنار. یک ساعت قبل از خواب دوباره اونو مرور کنید، یک ساعت قبل از خواب اونو دوباره مرور کنید و فردا صبح که از خواب بلند میشید یک بار دیگه اونو مرور کنید، تموم شد. این روش انتقال از حافظه کوتاه مدت به بلند مدته، ولی این کاری که انجام میدید حتما هفته بعدش باید یک بار دیگه مرور کنید، دو هفته بعدش و ماه بعدش. تموم شد دیگه، این مسئله در ذهن شما جایگزین خواهد شد و فراموش نمیشه. یادمون نره حتما تمرکز داشته باشیم، حتما دقت داشته باشیم زمانی که مطلبی رو میخونیم، زمانی که مطلبی رو گوش میدیم یا فیلمی رو تماشا میکنیم. اگر نکته‌ای برامون جا نیفتاد، اگر یاد نگرفت، حتما برمیگردید به عقب، دوباره تکرار میکنید. اگر نتونستید تکرار کنید باز برمیگردید به عقب، انقدر این کارو میکنید تا اون یک لغتی که یاد نگرفتید ملکه حافظتون بشه. سرسری نگذریم، با دقت و انگیزه فراوان و لذت عمل یادگیری رو انجام میدید. خیلی مهمه موقعی که یه MP3 انگلیسی گوش میدید، دارید یاد میگیرید، اگر بتونید گوش بدید و بنویسید همون جملاتی که اون فرد میگه، خیلی خیلی عالیه. نکته یه اینجا برای دوستان یادداشتی رو گذاشتم، میزان یادگیری. وقتی مطلبی رو میخونیم 10% یادگیری انجام میشه، وقتی میبینیم 30% انجام میشه، وقتی میبینیم و میشنویم 50%، وقتی بحث میکنیم 70%، و وقتی به دیگران یاد میدهیم 95% عمل یادگیری در ما انجام میشه. و چه زیباست چیزی که یاد میگیریم به دیگران یاد بدهیم. من اونجا گفتم ممکنه من صدها چیز بلد باشم، ولی اون هنر کوچیک شما رو بلد نباشم. اگر به اشتراک بگذارید که منم استفاده کنم خوشحال میشم. ممکنه شما صدها چیز بلد باشید، ولی علم کوچیک من، چیزی که یادداشت کردم براتون میگم، بلد نباشید. اون ممکنه کمک کنه، این ارزشمنده. حالا راههایی که برای ما بزرگسالان کمک میکنه برای یادگیری. اگر میخواید مطلبی رو یاد بگیرید، چه بهتر با گوش دادن و دیدن یاد بگیرید. درصد یادگیریمون بالاتره. چطور میتونیم این کار کنیم؟ در همین برنامه یوتیوب داستانهای لول پایین، لول پایین نگفتم لول بالا، داستانهای لول پایین هست، شما میتونید استفاده کنید، چون هم صوت هم نوشته است، دارید ملاحظه میکنید، میتونید باش تکرار کنید. حتما دقت داشته باشین، این دقت خیلی مسئله مهمیه. خیلی من عزیزانی رو دیدم صحبت میکنیم باهاشون، بعد میگن چی گفتی، جسمش اونجا حضور داشته ولی فکر و ذهنش در جای دیگه بوده. ما اگر روزی 15 دقیقه وقت میذاریم برای یادگیری چیزی، باید تمرکز کامل در اون 15 دقیقه داشته باشیم، و هر روز 15 دقیقه. گفتم زبان چیزی که پیوسته است و هر روز باید انجام بشه. چه بهتر که اگر میتونید در خیابون راه میرید، در خلوت خودتون هستید، اون جملات رو از حفظ تکرار کنید. فکر کنید فردی روبروی شما واسطه با شما صحبت میکنه، جوابش رو بدید، در ذهن خودتون مرور کنید. اینا باعث میشه هرگز از ذهن شما پاک نشه. یکی از عزیزان بود، این عزیز به زبان شمالی خیلی علاقه داشت، خیلی خیلی فراوون علاقه داشت، من جلو دیده بودمش. ایشون وقتی در خیابون راه میرفتن خودشون با خودشون شمالی صحبت میکردن، علاقه داشت، انگیزه داشت. ما انگیزمون رو چطور میتونیم بالا ببریم؟ با دیدن قله کو، با دیدن تفاوت ها، با دیدن ثمره کار که چه میوهی دست ما میاد. هر چقدر راه سخت باشه، طولانی باشه، ما این راهو میپیماییم، سخت نیست. و فن شنا، اولین فن شنا رو شما یاد گرفتین،
حالا شنای قورباغه است، کرال، هر چی، پشت هر چی، اولیشه که یاد گرفتیم، بعدها فنهای دیگه شنا براتون ساده میشه. اولین زبان خارجه رو که یاد گرفتین، زبانهای دیگه براتون ساده میشه یاد گرفتنش. پس یکی از وسایلی که ما رو کمک میکنه دیدن داستانهای صوتیه که در همین یوتیوب یا جای دیگه هست. لیول پایینش رو حتما دقت کنن عزیزان، گوش کنن و برن بالا. مسئله آموزشی دیگه فیلمه، وسیله آموزشی دیگه فیلمه. فیلم های زبان اصلی رو نگاه کنید، در وهله اول با سابتایتل زیرنویس ترجمهش دقت کنید، به جمله هم دقت کنید، همون فیلم رو دوباره بذارید بدون سابتایتل، این دفعه سعی کنید ببینید چقدر از اون فیلم رو میتونید بگیرید، گیرایی داشته باشید، چقدر از اون فیلم رو میتونید درک کنید. مرحله سوم یک بار دیگه با سابتایتل نگاه کنید. البته اینا سطح به سطح دارم خدمت عزیزان میگم. زمانی که یک دوره آموزشی کامل کردیم، تموم کردیم، بعد داستانها، استوری‌های زبان و گوش دادیم، بعد میایم سراغ فیلم. سطح به سطح، لول به لول. نکته قابل توجه، بعضی از دوستان پله به پله میکنن. یه دوره آموزشی رو میگیرن، یه درس، دو درس، سه درس میرن، رها میکنن درس میرن دوره آموزشی دیگه میگیرن. رها میکنن دوره آموزشی دیگه میگیرن. ما نمیخوایم سلکشن جمع کنیم، ما میخوایم یه دوره رو یاد بگیریم، با خودمون قرار بذاریم یک دوره تهیه کنیم، اون دوره رو تا آخرین قسمتش، اتمامش تموم کنیم، پیش بریم، جلو بریم و تا تموم نشده دوره جدید، کتاب جدید، همینطور داستان جدیدی رو شروع نکنیم. شما 10 تا داستان دارید، یه داستان رو تموم کنید بعد برید سراغ داستان دیگه، نیمه کاره کار رو تموم نکنید. اون مسئله یاداوری که گفتم تکرار کنید، ممکنه اولش سخت باشه ولی ذهن عادت میکنه، ذهن شما عزیزان عادت میکنه. بعد از 21 روز ما هر کاری بکنیم، بدن به طور ناخودآگاه عادت میکنه. 21 روز شما صبح ورزش کنید، روز 22 بدنتون یه چیزی کم داره، باید انجام بدید. 21 روز پیاده روی کنید برای شادی روح، روان، مناظر نگاه کنید، روز 22 نیاز دارید. 21 روز زبان بخونید، روز 22 به طور ناخودآگاه میرید جلو بخونید. اینم در مورد فیلم. یادمون نره در فیلم ها اصطلاحات به کار میره، سعی کنیم اصطلاحات رو یاد بگیریم. اون اصطلاحات فیلم خوبی که داره، شما رو در چارچوبی قرار میده در همون موقعیت. نیازی نیست شما تصور، کتاب میخونید باید تصور کنید، مطلبی رو گوش میدید باید تصور کنید، ولی فیلم اگر حرکتی، فعلی، حرکتی، اسمی به کار میره در همونجا مشهوده، خیلی اثر بخشی داره، خیلی اثرش بیشتره فیلم. ولی خب باید پایمون یه ذره قوی کنیم تا به دنبال فیلم بیاییم. فراموش نکنیم تکرار، repeat and practice، تمرین و تکرار رو فراموش نکنیم. یکی از بزرگواران نوشته بود، استاد ما به ما گفته بود تکرار نکنید. مگه میشه به جز تکرار چیزی یاد گرفت؟ مگه بچه تا 10 زمین نخوره بلند میشه، را میره؟ من میشه فن یاد گرفتن رو یاد نگیره؟ ای بخواد بشینه که فن یاد راه رفتن رو یاد نمیگیره که. خردسال میدونه 10 باید بخوره زمین، باز بلند میشه، را میره تا فن یاد راه رفتن رو یاد میگیره. همینطور در صحبت کردن، اول لیسنینگ انجام، اول گوش میده، 2 گوش میده، 1 گوش میده، بعد شروع میکنه کلماتو به صورت غلط، با تلفظ غلط به کار بردن، تا جا میافته به مرور زمان یاد میگیره. ما عزیزانم باید، خودمو میگم، انقدر زبان گوش بدیم تا گوشمون به لهجه و گویش اون زبان آشنا بشه. انقدر باید گوش بدیم تا به لهجه و گویش اونا آشنا بشه. وقتی آشنا شدیم حالا میتونیم کلماتی رو عنوان کنیم، حالا میتونیم تکرار کنیم. اما چه دوره هایی رو عزیزان باید شروع کنم برای یادگیری زبان؟ چه دورهایی باید شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ خب روزتا استون هست،
میتونید به رایگان به دست بیارید، برنامه کامپیوتری موبایلش هم هست. این برنامه با روانشناسی بالا خیلی قشنگ به شما زبان یاد میده. دوره های کتاب های 900 هست تو اینترنت هست، میتونید پیدا کنید در زبان اصلی البته. اونم از بیس پایه شروع میکنه، چیزهای قشنگی به شما یاد میده. دوره لینگافون هست، این دوره قدیمی مال کشور انگلیسه، قدیمی ها میشناسنش، اونم میتونید استفاده کنید. اینترچنج هست، میتونید دوره های اینترچنج استفاده کنید. هر کدوم دوست دارید میتونید استفاده کنید، مشکلی نیست. مشکل اینجاست که بخواید همه‌شو داشته باشید استفاده کنید، نمیشه. یه دوره رو انتخاب کنید، با خودتون عهد و پیمان ببندید، من این دوره رو تا آخرش میرم، هر چقدرم سخت باشه من میرم تموم میکنم، بعد میرم سراغ دوره بعدی. نه اینکه یه تیکه از این یه تیکه اون، 4 درس از این میخونم خوشم نمیاد بعدی، 4 درس از اون میخونم خوشم نمیاد بعدی، 4 درس از این میخونم خوشم نمیاد. نه عزیزان، این مسئله مهمه، این مسئله مهمه. یک دوره رو تا آخر تموم کنید، بعد دوره بعدی رو ادامه بدید. کسانی که لولشون بالاتره، سطحشون بالاتره، اخبار خیلی کمک میکنه، چون لغتهایی که به کار میره یکسانه در اخبار، همینجور در گویش ها، ولی در اخبار یکسانه، صورت رسمی داره. یک بار که یاد بگیرید در جملات بعد، در اخبارهای بعد، در روزهای بعد اون تکرار میشه. ولی عزیزان همونطوری که در دوره قبل گفتم، سطح رو فراموش نکنید، لول رو فراموش نکنید، زبان رو ببینید برای چه کاری میخواید. گفتگوی روزمره میخواید، خب اون یه لول داره. دیدن فیلم و فهمیدن فیلم، اون یه لول داره. میخواید ادبیات اون زبان رو یاد بگیرید، اون لولش خیلی بالاتره که با شعر و جملات و ضرب و مثل آشنا بشید، اون لولش فرق میکنه. میخواید احوال پرسی فقط در حد روزمرگی باشه، خب اون لولش خیلی پایینه. قیمت این چنده، کجا میتونم برم، به چه شکل، اینا که خیلی پایینه. لول خودتون انتخاب کنید و فراموش نکنید، لذت ببرید. البته چه بخوایم چه نخوایم، این لذت در ما به وجود میاد. پس بزرگترین مسئله ما فراموشیه، عدم یادگیری درسته. حتما یاد بگیریم، درست یاد بگیریم، حتما در نظر داشته باشیم لغتی رو درست یاد بگیریم. عزیزان در سایت گوگل هست تلفظ میکنه، اگه لغتی رو مشکل دارید اونجا میتونید برید تلفظ دقیقش رو بشنوید، میتونید سرچ کنید دیکشنری های مختلف هست که اون لغت رو علاوه بر تلفظ، ریشش، کاربردهاش، تمام مسائل اون لغت رو میگه. الان دیگه کارها خیلی ساده شده، ولی اراده میخواد، انگیزه میخواد، پیوستگی و مداومت کار میخواد، ایستادگی میخواد تا به موفقیت دست پیدا کنیم. با جمله رفع زحمت میکنم، بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی به دست آمده که در زمان ناامیدی کامل به تلاش ادامه داده اند. با آرزوی بهترین ها، پیروزی، موفقیت، شادی، سلامتی برای شنوندگان عزیز، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.